اما در مورد تحریم دارو و مشکل کمبود انسولین که اخیرا پیش اومده این تحریم دارویی وجود نداره آقای نجا این یه ترفند حکومت هست که آمریکا رو مقصر مشکلات مردم نشون بده و مردم هم دیگه گول این ترفندا رو نمیخورن من برای حرف هم اصلا از اپوزیسیون نقل قول نمی کنم من از خود مسئولین دولتی از خانم دستجردی موقعی که وزیر بهداشت احمدی نژاد که توی صدا سیما اومد گفتش که مشکل دارو رابطه به تحریم نداره تا همین آخر اواخر در مورد کمبود انسولین که آقای محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت و اتاق بازرگانی گفتش که بیشتر از یکنیم برابر نیاز انسولین رو طبق روال هر سال ما وارد کشور کردیم پس نباید هیچ کمبودی وجود داشته باشه پس ببینید اگر انسولین وارد شده و یکنیم برابر وارد شده یا تحریم نبوده یا هم بوده تونستن دور بزنن در صورت وارد شده پس مشکل وارد کردن انسولین نیست مشکل توضیحه انسولین هستش و من پیشنهاد میکنم که مقاله روز چهارشنبه سایت فرارو که اونم داخل ایران منتشر میشه رو با تیتر قاچاق مرکوز چیست و چرا رونق گرفته رو بخونین که میگه ببینید ریشه خیلی از مشکلات اقتصادی کشور در این چند نرخی ارز هستش و خود آقای نجفی عرب دوباره این توضیح میده میگه تخصیص ارز 4200 تومانی که سبب می شود دلار با قیمت ارزان وارد شود و با دلار بازار آزاد از مرج خارج شود کمبود دارو و انسولین آرزه همین ارز 4200 تومانی هستش و این چند نرخی ارز یکی از دلایل مشکلات ریشه بسیاری از فساد اقتصادی و خوابیدن تولیدات در ایران هستش